استقبال بی‌نظیر مردم مشهد از فرزند صالح خراسان رئیس جمهور شهید. پیکر آیت الله رئیسی خادم الرضا تا ساعات دیگر در جوار مولایش آرام می‌گیرد. صبح امروز هم اهالی خراسان جنوبی رزمایش بزرگ قدردانی از خادم جمهور برگزار کردند. تشییع پیکر رئیس جمهور شهید در بیرجند هم تاریخی شد. تشییع پیکر دیپلمات جهادی وزیر امور خارجه شهید در حرم حضرت عبدالعظیم. رفیق لیبرال من خدا حافظ، رفیق لیبرال من خدا حافظ، رفیق لیبرال من خدا حافظ. در تبریز امام جمعه محبوب و مردمی با شکوه تا خانه ابدی مشایعت شد. پیکر دو عضو گروه پروازی هم در زنجان و نجف آباد بر دستان مردم تشییع شدند. من میمیرم ولی حسین حسین است که برای من میمونه، فقط این چشای دریاست که برای من میمونه، دعای خیر زهراست که برای من میمونه. و امتداد ضربه ترمیم ناپذیر طوفان الاقصا با آغاز سونامی دیپلماتیک علیه رژیم صهیونیستی، تعبیر روزنامه گاردین پس از حمایت سه کشور اروپایی در برسمیت شناختن دولت مستقل فلسطین. در حملات امروز صهیونیست‌ها به نوار غزه 50 فلسطینی به شهادت رسیدند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام بر شما بینندگان ارجمند و گرامی، وقت شما بخیر. آغوش باز ارادت مشهدی ها برای استقبال از رئیس جمهور شهید. مراسم تشییع پیکر آیت الله رئیسی از ساعتی پیش با حضور میلیونی همشهریان امام رضا علیه السلام از میدان 15 خرداد به سمت حرم نورانی مولایش آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام آغاز شده است. بدرقه
در میان غلیان احساسات و ازدحام مردم داغدار سوم خرداد را برای مشهدی ها تاریخی تر کرده است. امروز مشهد الرضا صحنه اتحاد یک ملت و پیوند قلبی آنان با خادمان خستگی ناپذیرشان بود. آسمونم داره میباره رضا جانم رضا. حجای قربانپور بیار بالا دستارو لبیک یا حسین. حجای وایسی یه داستان بگم بعد با هم بریم کربلا. بزرگوار شما جلو تشریف نیارید. بزرگواران صف آخر برادران مراقب باشند. عزیز دل ملت ایران، امشب کربلای سید الشهدا مهمانه. بخون با نوح خونا یا ابا عبدالله. دستتو بلند کن امام رضا ببینن. عکس خادم ملت رو بلند کن امام رضا ببینن. بدرقه رئیس جمهور شهید جمهوری اسلامی ایران. خب برای اطلاع جزئیات بیشتر این مراسم ارتباط ما با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما برقرار شده. آقای علی آبادی سلام بر شما. از این مراسم حضور مردم و جزئیات برگزاری برای ما و بینندگان بگید. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و تسلیت دارم خدمت شما همکار محترم و تمام بینندگان بخش خبری ساعت 14. خب همونطور که مستحضرید امروز ما در مشهد الرضا میزبان پیکر مطهر رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی هستیم و جمعیتی که هم اکنون در خیابان امام رضای مشهد مشاهده میکنید یک جمعیت بی سابقه است. مردم از جای جای ایران به خیابان امام رضا آمدن و خودشون رو به این مراسم تشییع رسوندن تا رئیس جمهور شهیدشون رو بدرقه خانه ابدی در صحن و سرای حرم رضوی کنند. اونطور که ما اطلاع داریم تا دقایق آینده پیکر مطهر رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی هم به خیابان امام رضا خواهد رسید و مراسم تشییع آغاز خواهد شد. اگر نکته دیگه‌ای هست من در خدمت شما هستم. تشکر میکنم از آقای علی آبادی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در مشهد مقدس. مژده تولد شده ای لاله ی پر پر گشت کبوتر سبز به خانه برگشت دلش گرفته است زمان برگشت. مردم دیار خاوران صبح امروز از رئیس جمهور مردمی و محبوب ملت استقبال باشکوه و بدرقه تاریخی داشتند. مردم بیرجند از همان دقایق اولیه صبح امروز با حضور گسترده در خیابان‌های منتهی به مسیر تشییع پیکر شهدا جلوه‌ای دیگر از وحدت و همدلی یک ملت را نشان دادند. برای مردم خراسان جنوبی آیت الله رئیسی فراتر از یک رئیس جمهور یا نمایندهشان در مجلس خبرگان رهبری یک خادم بود، خادمی خستگی ناپذیر و با اخلاص. وداع با شکوهی که تاریخ خراسان جنوبی به خود ندیده است.
بدرقه رئیس جمهور شهید و نماینده مردم خراسان جنوبی در مجلس خبرگان رهبری و البته دو تن دیگر از شهدای خدمت. گفتم گم شد آفرین سید محرومان مظلوم چاکرت هم هستیم خاک پاتیم فقط دست ما هم بگیر عاقبت بخیر. به خاطر رئیس جمهورمون اومدیم، ایشون مرد بزرگی بودن. امروز در بیرجند حماسه ای ثبت شد به بلندای عزت و فرهنگ مردمان خراسان جنوبی. آمدی رفت ز دل صبر و قرارم بنشی، بنشین تا به خدای دل زارم بنشی. همینجا بگم که آقای رئیسی ممنونم به شهرمون اومدی، خوش اومدی به شهرمون. واقعا قلب ما شکسته از داغین سید خراسانی ما. رئیس جمهوری که تعلق خاصی به خراسان جنوبی داشت و امروز آخرین سفر استانی خود را در آغوش مردم به پایان رساند. شدی به فاطمه مهمان، خدا نگهدارت، خدا نگهدارت. من داشتم از جمعیت فیلم میگرفتم، هر دو تا دستم درد گرفت ولی هنوز جمعیت تموم نشد. آقای رئیسی مطمئنن برای ما دختران دهه هشتادی شما یه اسطوره ای، یه اسطوره ای که واقعا هیچکی نمیتونه جاش پر کنه. قدرشون رو کم دونستیم، تا وقتی هستن قدرشون نمیدونیم. این جمعیتی که الان میبینیم اومدن همه از با عشق اومدن، نتیجه اخلاص آقای شهید رئیسی. امروز تنها روز خراسان جنوبی ها برای قدرشناسی از خادم خستگی ناپذیرشان نبود. من از جنوبی ترین نقطه استان کرمان خراسان شمالی اومدم، از شهرستان نیشابور. من از زابل اومدم تا به آقای رئیسی بگم که ما راه شما را ادامه میدهیم. افغانستان است، رئیس جمهور شما تنها نبود، از ما هم بود. شهیدی برای دفع فتنه دیونم به مردی که عالم به قرآن بود، عامل به قرآن بود، خادم قرآن بود. آقای رئیسی فقط سنگ خدمت به مردم رو به سینه میزد، سنگ ریاست رو اصلا به سینه نمیزد. زمانش یادتا حاج قاسم گفتین که ادامه دنده راهتون هستیم و حاج قاسم هستیم، الان هم میگیم و ادامه دنده راهتون هستیم. و این گونه مردمان سرزمین آفتاب خادم الرضا را بدرقه کردند به سوی مشهد الرضا. امروز پایان راه رئیس جمهور شهید ما نیست، بلکه آغاز یک راه بی پایان است. مسیر در میدان بودن و خدمت بی منت کردن به مردم. سید محمد رضا حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، بیرجند. علاوه بر برگزاری مراسم تشییع شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی در مشهد، شهید آیت الله سید محمد علی آل هاشم در تبریز و شهید دکتر امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه شهید در شهر ری، مراسم تشییع پیکر مطهر دیگر همراهان رئیس جمهور شهید هم در چند نقطه کشور با بدرقه تاریخی و قدرشناسانه مردم برگزار شد. شهید سرتیپ دوم خلبان سید طاهر مصطفوی،
خلبان اصلی پرواز رئیس جمهور با حضور مردم و بستگان این شهید در بهشت زهرای تهران تشییع شد و پیکر مطهرش در قطعه 27 و در جوار مرقد برادر شهیدش آرام گرفت. پیکر شهید سرتیپ دوم خلبان محسن دریانوش، کمک خلبان پرواز رئیس جمهور شهید، هم ابتدا صبح امروز در پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان بر روی دستان همرزمانش تشییع شد. اومدی شهید ما، شهید روز سفید ما، اومدی عزیز ما. در ادامه هم مردم شهر نجف آباد استان اصفهان پیکر شهید امیر دریانوش را تشییع کردند و پیکر پاکش در جنت الشهدای نجف آباد به خاک سپرده شد. شهدا برجم الارض قلب یا الله یا زهرا زهرا اشکم مهربون ارباب ابا عبدالله ابا عبدالله خیرتون بده تشریف بیارید جلو پیکر مطهر شهید سرهنگ دوم بهروز قدیمی از همراهان رئیس جمهور شهید در سانحه بالگرد هم بر دستان مردم قدرشناس و شهید پرور زنجان تشییع شد. قرار است تا ساعتی دیگر پیکر این شهید در شهرستان ابهر هم تشییع و سپس در زادگاهش روستای درسجین تدفین شود. پیکر شهید مالک رحمتی استاندار فقید آذربایجان شرقی هم که به همراه پیکر شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی و سردار موسوی برای طواف حرم مطهر رضوی به مشهد مقدس منتقل شده قرار است ساعت 10 صبح فردا جمعه از مسجد شهدای مراغه در آذربایجان شرقی به سمت مصلای این شهر تشییع شود. ای شه مظلوم یک کلام بی پدر شدیم هممزی یتم گوید هممزی باشی چسک گوید یعنی بیز بیر میرخ نترجیده چیخ نماز گلا پدر معنوی استان عزیز ما از ارومیه مهدیم به عشق ولایت دیدار ما ماند به قیامت بیزیم ده انشالله بیزا شفاعت ایلسن چده پیگمبره زحمت چشده جامعه امیز کشد قدمت ایلده حق گفتن، حق عمل کردن، حق دنیا رفتن ما حاج آقا رو دیر شناختیم کرمنده شونا شدیم ولی خدا رحمتشون کنه آدم کاری بودن، مردمی بودن، خیلی مردمی بودن شهادت رسم امام جمعه های تبریز است دو تا امام جمعه شهید داره تبریزه شهید آیت الله قاضی طباطبایی شهید آیت الله مدنی هر دوتش هم سیده انشالله که سومی هم به اونو ملحق بشه جای خالی حاج آقا با چی برامون پر میشه؟ با خدمت برای مردم همیشه ما میتونیم چای خالی ها چای رو برای مردم پر کنیم ایران اینترنشنال یا بی بی سی چه خبری از این تشییع مخابره میکنه؟ مطمئنم که نمیتونه این حضور انبوه جمعیت رو کتمان بکنه تو این تشییع جنازه ای که امروز شاهدش هستیم کدوم صحنه باعث عصبانیت دشمن ها خواهد شد؟ قطعا خیلی حضور مردم میتونه دشمن ها رو مایوس کنه اگه این امکان براتون وجود داشت که از این مراسم تشییع جنازه یه پیامک به سردار سلیمانی میفرستادین چی براشون میفرستادین؟
افتخار میکنم که راه شهیدان رو ادامه بدم. اگر عکاس بودین کدوم صحنه رو تو این تشییع برای همیشه ماندگار میکردین؟ به نظرم همه صحنه ها ماندگارن. هر کدوم در جای خودشون ماندگار هستن. الان اگه میتونستین یه شعار بدین و بقیه تکرار کنن چه شعاری رو میدادین؟ اول از عزاس امروز روز از عزاس امروز. مهدی صاحب زمان صاحب از عزاس امروز. آذربایجان اوخت انقلابا دایخت. زینب نرسید و نجانشید ای شه مظلوم حسین وای وای بیچست و مظلوم. ای در بابا دنیا یلان دنیا اون دوان درد سلام دید. هرچند تبریز بدون حضور سیدش صفایی ندارد. حرف دل این مردم این است. حاج آقا هار داستان قربانی، خبرگزاری صدا و سیما، تبریز. رئیس قوه قضاییه در منازل شهیدان امیر سرتیپ دوم سید طاهر مصطفوی و امیر سرتیپ دوم محسن دریانوش خلبانان بالگرد سانحه دیده رئیس جمهور شهید حضور یافت. رئیس قوه قضاییه ضمن ابراز همدردی با خانواده های این دو شهید، حضور گسترده مردم در مراسم تشییع پیکر مطهر رئیس جمهور شهید و همراهان را نشان دهنده ارادت مردم به شهدا دانست. آقای ایجی گفت معاندان با مشاهده شکوه و عظمت حضور مردمی در تشییع پیکر مطهر شهدا واقف شدند که ملت ما با مسیر نورانی شهادت عهدی ناگسستنی دارد. مراسم بزرگداشت رئیس جمهور شهید و همراهان شهیدش از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی شامگاه چهارشنبه در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها برگزار شد. مردم در سراسر کشور نیز به پاس قدردانی از خدمات رئیس جمهور شهید و همراهانش عزاداری می کنند. برای همه بودم، فقط برای یکش رو نبود. حرفی که می زدن همیشه بهش عمل می کردن. ما راه شما رو چه با خونمون چه با دانش و قلممون ادامه خواهیم داد. هر کس به نفع اسلام از خداوند بتعال صلاح دانسته اینطوری ما هم تسلیم هستیم. سراغ ندارم که یک نخست وزیر یا مجلس جمهوری فوت کند، دنیا برای او تکریم کند. هرچه خدمت بشه، تکریم بشه، تعظیم بشه کم. علتشو اینه که اینها کسانی بودن، مخصوصا مرحوم رئیس جمهور محترم آقای رئیسی، برای خدمت به این مردم از جان مایه میگذاشت. انشاءالله امیدواریم هر مسئولی که به جای ایشون انتخاب میشود همین مسیر خدمت صادقانه به مردم، صداقت، صراحت را سلوحه کار خودش قرار بده. وقتی که یک خدمت صادقانه میکنه و مزدش همینه، امام رضا مزدشون رو دادن در روز ولادتش. خیلی واسه کشورمون زحمت کشیدم. رمز جاودانگی رئیس جمهور خدمت به ملت و خادم الرضا بودن ایشون بود. التماس دعا شهید خدمت
که پای کار مردم تا آخر را باشه. مرد میدان بودن و همین باعث شد که اینقدر محبوب بشه در دل مردم. یکی از رئیس جمهورهایی بودن که در بین مردم بودن، بخصوص در استان سیستان بلوچستان. همه مسئولین در همین راه و پیرو همین راه باشد. با محرومین بودند و از جنس محرومین و همراه محرومین. عزت تو مزد صداقت شدی عزیز ملت ایران. با خدماتی که داشتند و به فکر حل مشکلات مردم بودند در قلب مردم جا بگیرند. الله اکبر، الله اکبر، ناخوش است. هر پرسی که ایران ولی چه ایران ناخوش که که لدلی من ناخوش. نمره 20 آقای امیر عبداللهیان در مذاکرات هسته‌ای به گفته سخنگوی سازمان انرژی اتمی. آقای کمالوندی در حاشیه مراسم بدرقه پیکر وزیر خارجه شهید کشورمان در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما تاکید کرد آقای امیر عبداللهیان تحت فشارهای سیاسی هم با صلابت صحبت می‌کرد. جاهایی بود که فشارهای سیاسی باعث می‌شد که حتی ما مواردی که حقوقی به لحاظ حقوقی در واقع حق با ما بود، این فشارهای سیاسی باید خونسا می‌شد. چطور باید خونسا می‌شد؟ استمرار بر در واقع حق هستش و در واقع نترسیدن از تهدیدها، تلاش کردن در جهت اینکه کار راه رو بتونیم باز بکنیم. و من شهادت میدم که ایشون هر آنچه در توان داشت انجام داد و به خوبی هم انجام داد. به عنوان یک کسی که 44 سال تجربه دیپلماتیک داره عرض میکنم به بهترین وجه ایشون مذاکره میکرد و واقعا توی این مسیر نمرش 20 بود. خب همکاران من از مراسم تشییع آقای دکتر امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه شهید کشورمون گزارشی رو آماده کردند که به محض آماده شدن در همین بخش خبری به سمع و نظر شما میرسانیم. رسانه‌های مطرح منطقه و جهان امروز نیز به پخش مراسم تشییع پیکر رئیس جمهور فقید و همراهان شهیدش پرداختند. تلویزیون رویترز و فرانس پرس از صبح امروز از مشهد، بیرجند و تهران بخش‌هایی از مراسم تشییع پیکر شهدا را به صورت زنده پوشش دادند. تلویزیون الجزیره، العربیه، المیادین، العهد، المنار، المسیره و سی ان ان نیز بخش‌هایی از مراسم امروز در مناطق مختلف کشورمان را به صورت زنده پوشش دادند. خبرگزاری ریا نوستی روسیه هم به پخش زنده مراسم تشییع پیکر وزیر امور خارجه از تهران پرداخت. شبکه اردنی رویا گزارش داد پیکر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور فقید ایران و همراهانش راهی خانه ابدیشان شد. ده‌ها شبکه رادیویی، وبسایت و روزنامه از مناطق مختلف جهان نیز به انعکاس گوشه‌هایی از حضور میلیونی مردم در تشییع پیکر شهدای سانحه بالگرد حامل رئیس جمهور پرداختند. رئیس جمهور سوریه در تماس تلفنی با معاون اول رئیس جمهور و سرپرست ریاست جمهوری ضمن تسلیت و همدردی با دولت و ملت ایران گفت شهید رئیسی شخصیتی تاثیرگذار همانند شهید سلیمانی برای ماست و نام و یاد او تا ابد در ذهن ملت و دولت سوریه خواهد ماند. آقای بشار اسد با اشاره به ایستادگی آقای رئیسی در مقابل ظلم تاکید کرد شهید رئیسی همواره در حرف و عمل از محور مقاومت و آرمان فلسطین حمایت کرد و جهان این را از او به یادگار خواهد داشت. آقای مخبر مدیر قوه مجریه هم در این گفتگوی تلفنی ضمن قدردانی از اعلام عزای عمومی و همچنین حضور مقامات این کشور در مراسم وداع با شهید رئیسی سوریه را شریک راهبردی دانست. سرپرست ریاست جمهوری دولت و ملت سوریه را دوست همیشگی ایران خواند و بر پایبندی ایران بر حمایت همه جانبه از محور مقاومت به ویژه کشور مستقل سوریه همچون گذشته تأکید کرد. فرمانده کل انتظامی کشور گفت با حضور پرشکوه و تاریخی مردم در شهرهای مختلف مراسم تشییع شهدای سانحه بالگرد رئیس جمهور تا کنون در امنیت کامل برگزار شده است.
سردار رادان افسود حضور میلیونی مردم نشان داد شهید رئیسی برای ریاست جمهوری اسلامی ایران به یک معیار تبدیل شده است. من شهادت میدم در محضر مردم و در محضر پروردگار که رئیس جمهوری بود که ارزش ها براش مهم بود و حتی اگر برای انجام اون ارزش احساس میکرد رأیم ممکنه از دست بده به ارزش بیشتر توجه میکرد. ما همواره از ایشون بهره‌مند شدیم، از نظراتشون بهره‌مند شدیم و انصافا میتونیم بگیم که یک رئیس جمهور معیاری را از دست دادیم که به امور امنیتی و انتظامی کاملا واقف، توجیه و مسلط بود. سران و مقامات کشورها و سازمانهای بین المللی در مراسم گرامداشت شهید جمهور و هیئت همراه ابراز امیدواری کردند دیپلماسی فعال ایران در سالهای اخیر ادامه پیدا کند. به احترام رئیس جمهور فقید ایران همه می ایستند، چه در مجمع عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی چه اینجا در شورای امنیت سازمان ملل. به ایستادن و سکوت ختم نمی شود. برای عرض احترام به شهید جمهور و امیر دیپلماسی و هیئت همراهشان از شرق و غرب عالم نمایندگان خودشان را به اینجا سالن اجلاس سران رساندند. رابطه ایران و ژاپن به نقطه خوبی رسیده بود. آقای رئیسی مرد قوی بود و آقای امیر عبداللهیان دیدارهای خوبی را با وزیر خارجه کشورم جهت ارتقای روابط دو جانبه داشت. 90 تن از سران و مقامات ارشد کشورها و سازمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی از رئیس جمهور و نخست وزیر گرفته تا رئیس مجلس به مقام شهدا ادای احترام کردند. امیر قطر، رهبر ملی ترکمنستان، رؤسای جمهور تونس و تاجیکستان، نخست وزیران عراق و پاکستان، معاونین رؤسای جمهور ترکیه و هند، وزرای امور خارجه عربستان، بحرین، مصر، بلاروس، سریلانکا، ونزوئلا و امارات همزمانی که در برابر پیکرهای شهدا به نشانه احترام ایستاده اند، شاید تلاشهای مسئولان فقید ایران را برای توسعه و احیای روابط در ذهنشان مرور می کردند. آنها از تقویت روابط در این دوران می گفتند. رئیس جمهور بلاروس یک دیدار تاریخی با آقای رئیسی در ایران در سال گذشته داشتند که در آن توافقات خوبی شکل گرفت. ما به احترام آقای رئیسی متعهد به اجرای توافقات هستیم. وزیر خارجه مصر می گفت می خواهد رابطه خوب با تهران ادامه پیدا کند. محمد حسن نیکبین، خبرگزاری صدا و سیما. تصاویر مراسم تشییع پیکر رئیس جمهور و همراهان شهید در بیرجند در فضای مجازی پرتکرار شده است. کاربران فضای مجازی با هشتگ های خادم الرضا و مظهر عزت این تصاویر را به اشتراک گذاشتند. این دریای جمعیت در بیرجند قاب‌های مختلفی را در فضای مجازی خلق کرده. ماشاءالله، مگه بیرجند چقدر جمعیت داره؟ فکر کنم کل شهر اومدن بدرقه شهید جمهور. استقبال بیرجندی‌ها از سید و شهدای خدمت نشان از عمق عشق و ارادت مردم به ایشون داره. و تصویری که زیاد در میان کاربران دست به دست و پرسش برانگیز شده این دخترک است. امروز قاب عکس‌ها در بیرجند متفاوته. عکس دو نفره سید ابراهیم و دختر شهید اسداللهی. کاربران او را به اسم دختر شهید اسداللهی می‌شناسند. نامش هلماست و اهل بیرجند. اولین دیدار او با شهید جمهور برمی‌گردد به اینجا. اللهم صل علی محمد. وقتی رئیس جمهور شهید آمده بود به بیرجند و او را که فرزند شهید اسداللهی از شهدای نیروی انتظامی بود مورد محبت پدرانه خود قرار داد. حالا هلما عکس همان روز را قاب کرده و به استقبال پیکر آمد. شبیه به هلما آدم‌های زیادی هستند. آدم‌هایی که قصه ارادتشان به خادم الرضا را نمی‌دانیم. فقط اشک و اندوهی که بر سر و صورتشان هویدا شده را می‌بینیم. از پیرزنی که توان راه رفتن ندارد اما اسفند دود می‌کند تا آن دهه 90ها. اهل سنت باشی یا شیعه فرق نمی‌کنه. همه برای ودا با تو میان. حضور اهل سنت در مراسم ودا با رئیس جمهور در بیرجند. اینجا بیرجند
همه برای آخرین دیدار با منتخب محبوبشان دلشکسته آمدند. دو قاب متفاوت از آخرین سفرهای شهید خدمت به بیرجند. چقدر غم داره این قاب. مردم بیرجند مثل پروانه دور منتخب شهیدشون گشتند. اینها فقط بخشی از روایت ها از بیرجند است که اهالی مجازی با هشتگ مظهر عزت پرتکرار کردند و حالا زمانی نمانده تا خادم الرضا در جوار حرم امام رضا علیه السلام به خاک سپرده شود. فاطمه شریفی، خبرگزاری صدا و سیما. بینندگان ارجمند، همانطور که در ابتدای خبرها به اطلاع شما رسید، پیکر دیپلمات مجاهد شهید دکتر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه شهید در شهر ری تشییع و در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم به خاک سپرده شد. حجت الاسلام و المسلمین قومی به نمایندگی از دفتر مقام معظم رهبری در مراسم تشییع و تدفین آقای امیر عبداللهیان در حرم شاه عبدالعظیم حضور داشت. گزارش همکارم رو که همکنون به دستمون رسیده میبینیم. خودشون خواستم که واقعا راه ایشون ادامه بدیم، واقعا مثل ایشون بشه. برای بدرقه وزیر شهیدی آمده که برایش یک الگو. روز رفتین همه اصلا امروز نتونستیم نیاییم واقعا. امروز نه فقط آنها که اون را میشناختن که نسل تازه برایش سوگوارن. من که نیستم، نه من دانشجوام و خواستم ارادت خودم رو به شهید امیر عبداللهیان نشون بدم. فرا دوستش داری کسی که عزت رو چه به ایران چه به مسلمانان برگردونه، هم برای دل ما عزیزه هم برای همه عالم عزیزه. اینقدر بغض گرفتمون نمیدونم من چی داریم میگیم. حب شدم، واقعا حب شدم. آدم با سواد و دوست داشتنی بود. ویژگی که از ایشون برای من خیلی جالب بود این که تونستن عزت ملی ما رو توی خیلی از مجامعی که میرفتن بالاتر ببرن. خیلی ناراحتم، خیلی متاسفم از اینکه همچین خدمتگزاری رو از دست دادیم. در وزارت خارجه تمام هم و غمش این بود که چهره واقعی ایران، جایگاه واقعیش رو و وجهه اسلامیش رو به دنیا نشون بدن. دیروز نتونستم برم، خیلی دوست داشتم برم، نتونستم برم، ولی امروز اومدم. اقتصاد مسئله اول کشور ماست دیگه. ایشون دیپلماسی اقتصادی رو فعال کرد. همکاران قدیمیش هم آمدند و آنها که او را بیشتر میشناسند میگویند نه ریاست بر او، که او بر ریاست تأثیر گذاشته بود. از دوران دانشجویی خودشون چه در دوران وزارت خودشون تغییری در اخلاقشون پیش نیامد. ایشون سیاست رو لباس اخلاق پوشوند. بسیار محکم بود، مقتدر بود، بر منافع ملی سازش نمی کرد. یک در واقع پیوستگی با حاج قاسم داشت که من فکر میکنم کمتر کسی تو این سطح بوده باشه که با حاج قاسم اینطور کار کرده باشه. هماهنگی بین دیپلماسی و میدان را یکی از مهمترین برگ‌های کارنامه او می‌دانند. عملیات وعده صادق که واقعا شاهکار بود در هماهنگی، در اینکه کارهای حقوقی به خوبی انجام بشه، کشورها توجیه بشن، هشدارهای مختلف داده بشه، قدرت نمایی بشه، ولی طبق اهدافی که داشتیم اجازه ندیم که مردم بیگانه صدمه ببینن. وقتی ما مبنای حقوقی حرفایشون رو بررسی میکنیم میبینیم همگی بر اساس اسناد بین المللی، بر اساس اون سندهایی که وجود داره کاملا به حق بود. و امیر عبداللهیان یک دید متوازن و گسترده نسبت به سیاست خارجی داشتن. تمرکزشون روی نکته و نقطه خاصی از جهان نبود. میگویند ثمره این سیاست خارجی دیروز خودش را نشان داده. اما دیروز شاهد بودیم که ثمره سیاست‌ها، تدابیر، اقدامات و نقش‌آفرینی‌هایی که شخص آقای دکتر امیر عبداللهیان و مجموعه وزارت خارجه تحت مدیریت ایشون داشت، شرایط به گونه‌ای رقم خورد که سیاست همسایگی الان به عنوان یک اصل و یک در واقع عرض به حضور شما که
مسئله واقعی برای همه کسایی که دیروز از کشورهای همسایه آمده بودند جلوه و عینیت داشت. او را معمار سیاست خارجی جدید هم می نامند. میشه گفت در واقع ایشون معمار یک روش جدید در دیپلماسی بودند، روشی که بتونه کمک بکنه که اهداف والای انقلاب اسلامی به خصوص در حوزه مقاومت، استقرار، عدالت در سطح دنیا بتونه محقق بشه. تراز وزارت خارجه و شخص وزیر رو به یک سطحی رسون که هر وزیری، هر شخصیتی که انشاءالله بعد از ایشون سکانداری سیاست خارجی رو بر عهده میگیره باید این تراز رعایت کنه. وزیر امور خارجه که کارنامه‌اش او را در تراز انقلاب اسلامی ایران قرار داده، امروز بعد از میدان مشق و وزارت امور خارجه با حضور مردم در شهر ری تشییع شد و پیکرش در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی به خاک سپرده شد. حسنی سادات شبیری، خبرگزاری صدا و سیما. برگزاری باشکوه و گسترده مراسم تشییع پیکر خادم الرضا رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی و همراهان ایشان در رسانه‌های فارسی زبان خارجی نیز بازتاب داشته، حضوری مردمی که برخلاف میل آنها بوده. قاب‌های ثبت شده از مردم تبریز، قم و تهران برای بدرقه رئیس جمهور و همراهانشان. بی بی سی فارسی که گفته بود عده بسیار زیادی هم دیده میشه که ابراز خوشحالی میکنند. نتوانست این قاب ها را پنهان کند و بخشی از آن را به تصویر کشید. دیروز تبریز و قم صحنه عزاداری و تابوت گردانی بود، امروز تهران و فردا مشهد. دیروز خیلی غصه دار بودم، خیلی ناراحت میشدم از بعضی از حرف و از بعضی از رفتارها، ولی امروز واقعیت رو دیدم، فهمیدم اونا مجازه و واقعیت اینجاست. همه آنچه اینترنشنال از مراسم تشییع به تصویر کشید این بود: تشییع ابراهیم رئیسی در دانشگاه تهران با حضور مقام‌های جمهوری اسلامی برگزار شد. اما هیچ کدامشان این تصاویر را پوشش خبری ندادند. اتوبوس می آوردن به اجبار، منی که فرماندار ارتش بودم رو تلاش می‌کردن که به این گونه تجمعات ببرن. من هم نوام آوردم، هم دخترم آوردم، هم پسرم آوردم، بعد اینکه معتقدم که هر کسی به مملکتش خدمت میکنه این باید گل سرسبد ملت باشه. آقای رئیسی بهترین رئیس جمهور بود، یه مردمی بود. من بهشون رأی نداده بودم ولی واقعا قابل احترام بودن. در تهران نمایی که میدن از بالا فقط میدان انقلاب هست، این رقم 750,000 تایی هم من نمیدونم ایشون از کجا آورده. قاب‌هایی از جنس همبستگی ملت ایران که در این شبکه‌ها هیچگاه جایگاهی نداشته. عاطف گودینی، خبرگزاری صدا و سیما. روایت هموطنانی که از 4 ساعت زودتر از آغاز مراسم تشییع به خیابان‌های منتهی به دانشگاه تهران آمده بودند. حاشیه نگاری خبرنگار ما از بدرقه میلیونی مردم تهران از رئیس جمهور شهید. از این مادر کرد زبان و مویه هایش من بغداد الى طهران، تا این مرد عراقی که قلب مجروحش او را تا اینجا کشانده بود، لانه القلب القلب مجروح، از این جوان که افتخارش رأی دادن به یک شهید بود، تا دیگری که اشک امان حرف زدن را از او گرفته بود، عاشق بود. هر کدام اینجا یک روایت داشتند. یک روز کاری نشد پشت میزشون باشند، همیشه دنبال کار مردم بودن. بعضی دوست داشتن ساعت‌ها از شهید جمهورشان حرف بزنند. فقط ازت ممنونم که بهمون عزت دادی. بسلام. خیلی خوشحالم از این بابت که مملکتم، تاریخم همچین رئیس جمهوری رو به خود دوباره دیدن. و بعضی واژه کم می‌آوردند. آقای رئیسی ممنونم بابت همه زحماتتون. من نمی‌تونم صحبت. تشکر واژه کمیه که بخوام تشکر کنیم. اصلا باور نمی‌کنم که رفتم. این
داستان آدم‌هایی است که از یک افتخار مشترک می‌گویند. به خودم می‌بالم که به ایشون رأی دادم. کسی انتخاب کردیم که توی راه حق موند. قبل از اینکه ما انتخاب کنیم خدا ایشون انتخاب کردن. ایشون مصداق کارآمدی بودن. خیلی کارا برای کشورمون کرد. ثابت کردن که خستگی ناپذیرن. خدا رو شکر می‌کنم به این شهید رأی دادم. داستان دهه‌نوردی‌هایی که گاهی بیشتر از سنشان میفهمند. میخوام بگم که ما دهه 90 و دهه 80 دومین قهرمان زندگیمون رو دیدیم. اولی حاج قاسم، دومی هم آقای رئیسی. داستان محمد مهدی 18 ساله که مانده بود با دلی پرحسرت از جای خالی مردی که آرزو داشت دور بعدی انتخابات به او رأی بدهد. به خدا آرزوم بود. با خاطره یکی از یاداوریش سر حال می آمد. داد زنم آقای رئیس، تو رو خدا رو تو برگردم منو ببین. تو رو خدا به اون میلای همین دانشگاه تهران. بگی یه لحظه میشه بابا بیانو کجا نم. به همه اینجوری کرد. بیشتر آدم‌های این روایت از 4 ساعت مانده به شروع مراسم تشییع اینجا انتظار کشیدند. ما از بچگی به اون یاد دادن که هر کی برای اون زحمتی کشید ازش قدردانی و تشکر کنیم. جناب رئیسی و همراهاشون هم خیلی برای کشور ما زحمت کشیدن. اللهم انا لا نعلم منهم الا خیر. حالا من نشد به ایشون رأی بدم تو این دوره، ولی واقعا دوستشون داشتم. خرداد 1403 ثبت شد به نام مردمی که رأیشون از اول هرچه بوده، حالا رأیشون شهید جمهوره. مردمی که خدمت خالصانه یک مرد اینطور هم مسیر و هم رأیشون کرده. زینب چخماقی، خبرگزاری صدا و سیما. در حملات امروز رژیم صهیونیستی شرق شهر رفح در جنوب نوار غزه و اردوگاه نصیرات در مرکز غزه بارها هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای قرار گرفتند. بالگردهای آپاچی ارتش صهیونیست‌ها هم مناطق شرقی محله از زیتون در جنوب شرق شهر غزه را گلوله باران کردند. در حملات ساعات اخیر ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه دست کم 35 فلسطینی به شهادت رسیدند و 10 نفر زخمی شدند. بیش از 10 نفر از شهدا کودک هستند. در یکی از این حملات در بمباران یک آپارتمان مسکونی در محله الدرج در شهر غزه تاکنون شهادت 16 نفر گزارش شده. همزمان با ادامه درگیری‌ها در غزه میان نیروهای مقاومت و نظامیان اشغالگر، منابع صهیونیستی از زخمی شدن 145 نظامی این رژیم در یک هفته گذشته خبر دادند. با شهادت یک جوان فلسطینی دیگر، شمار شهدای حملات اخیر رژیم صهیونیستی به جنین در کرانه باختری به 12 تن رسید. این جوان 30 ساله دیروز هدف گلوله نظامیان صهیونیست قرار گرفت و امروز بر اثر شدت جراحات به شهادت رسید. تاکنون بیش از 30 فلسطینی هم در تجاوز نظامی دو روزه ارتش رژیم صهیونیستی به جنین زخمی شدند. ارتش اشغالگر صبح امروز از جنین عقب نشینی کرد. همزمان وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد 519 فلسطینی در کرانه باختری از ابتدای جنگ غزه شهید شدند. مرکز اسیران فلسطین هم اعلام کرد از آغاز جنگ اشغالگران صهیونیست بیش از 8800 فلسطینی را در کرانه باختری بازداشت کردند. روزنامه گاردین از آغاز یک سونامی دیپلماتیک علیه اسرائیل نوشته است. گاردین حمایت 3 کشور اروپایی از به رسمیت شناختن دولت مستقل فلسطین را نقطه آغازی برای یک جریان سیاسی بین المللی دانسته که به یک سونامی علیه اسرائیل منجر خواهد شد. به نوشته این روزنامه انگلیسی، اسرائیلی ها اکنون می دانند در تعامل جهانی روز به روز بیشتر منزوی می شوند. گاردین همچنین یکی از مهمترین آثار به رسمیت شناختن دولت مستقل فلسطین را از بین رفتن تدریجی قیمومیت خودخوانده آمریکا و روند مذاکرات صلح دانسته. ایرلند، اسپانیا و نروژ در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند کشور مستقل فلسطین را به رسمیت می‌شناسند و روند اجرایی این تصمیم از حدود 1 هفته دیگر آغاز خواهد شد. مالت و اسلوونی هم قصد دارند کشور مستقل فلسطین را به رسمیت بشناسند. علاوه بر این کشورها تاکنون 143 عضو سازمان ملل فلسطین را به عنوان کشوری مستقل به رسمیت شناختند.
سه شنبه 28 ماه می هیئت وزیران اسپانیا دولت فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. نخست وزیران ایرلند و نروژ هم همان حرف همتای اسپانیایی را زدند. بنابر تصمیم دولت، نروژ دولت فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. بلافاصله پس از اعلام این خبر، وزیر خارجه رژیم اشغالگر که داشت از سنای فرانسه بازدید می کرد، فرستادگان رژیم را از اسپانیا، نروژ و ایرلند فراخواند. بنگویر وزیر امنیت داخلی رژیم اشغالگر هم برآشفت. تل‌آویو اجازه نخواهد داد دولت فلسطین به رسمیت شناخته شود و حتی صدور بیانیه در این مورد رو هم بر نمیتابد. اگرچه مدت هاست رژیم اشغالگر اینقدر منزوی نبوده، مر ریچارد سخنگوی دانشجویان حامی فلسطین در دانشگاه مادرید زیاد خوشبین نیست. اینا فقط ادعاست. این که دولت فلسطین رو به رسمیت بشناسی اما همچنان به اسرائیل سلاح بفروشی تا به نسل‌کشی ادامه بده چه فایده ای داره؟ آکیوا الدار ستون نویس روزنامه هارتس هم میگوید تا استقلال فلسطین در شورای امنیت رأی نیاورد، یعنی همان چیزی که با وجود وتوی آمریکا ممکن نیست، اوضاع تغییر زیادی نخواهد کرد. عملیات اشغالگران در رفح ادامه دارد و گریه فلسطینی ها برای فرزندانشان. آوارگان به قسمت‌های شمالی تر می روند، جاهایی مثل این مدرسه در خان یونس و البته در غزه هیچ جا امن نیست. ده عضو یک خانواده از جمله یک مادر و فرزندی که در شکم داشت در بمباران آوارگان در مرکز غزه جان باختند. تخریب اردوگاه‌های فلسطینی و ساخت شهرک‌های اشغالی در کرانه باختری هم همچنان ادامه دارد. محمد کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما. حزب‌الله لبنان در 8 عملیات در 24 ساعت گذشته مواضع نظامیان صهیونیست را در شمال سرزمین‌های اشغالی هدف قرار داده. خب در این باره گفتگو می‌کنم با همکارم مستقر در مرز لبنان با فلسطین اشغالی. آقای عظیم‌زاده سلام، برای ما و بینندگان بگید که حزب‌الله کدوم مواضع نظامیان صهیونیست رو هدف قرار داده و ارتش رژیم صهیونیستی به چه مناطقی در جنوب لبنان حمله کرده؟ آقای صادقی، بینندگان محترم سلام، وقتتون بخیر. پهپاد مسلح و متجاوز نظامیان صهیونی صبح امروز به خودرویی در نزدیکی شهر نبتیه در کفر دجال حمله ای رو داشت. در این حمله این خودرو به شکل کامل آتش گرفت و در جریان این حمله یک نفر از رزمندگان حزب الله به شهادت رسید. همچنین یک خودروی سرویس مدرسه که در نزدیکی این خودرو بود هم به شدت آسیب دید و 4 دانش آموز لبنانی مجروح شدند. حزب الله بلا فاصله در پاسخ به این حمله نظامیان صهیونیست با 10 موشک گراد کاتیوشا مقر فرماندهی لشکر 91 ارتش رژیم صهیونیستی که به تازگی به منطقه ایلیت منتقل شده بود در عمق 10 کیلومتری شمال سرزمین‌های اشغالی رو هدف قرار داد. دقایقی قبل هم دقیقاً در پشت سر بند در فاصله حدوداً 2500 متری پایگاه متولای نظامیان صهیونیست رو حزب الله با 3 موشک هدایت شونده این پایگاه رو هدف قرار داد. همچنان شما بله. میتونید دود ناشی از اصابت موشک‌های هدایت شونده حزب الله به پایگاه متولای نظامیان صهیونیست رو ببینید. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی ضمن تایید اصابت موشک‌های حزب الله به پایگاه نظامی متولا
اعلام کرده که تعدادی از نظامیان صهیونیست هم مجروح شدن. همچنین حزب الله لبنان از توی 24 ساعت گذشته توی 8 تا عملیات دیگه 4 تا پایگاه، 2 تا محل استقرار نظامیان صهیونیست، 1 مقر گردان توپخانه و همچنین 1 تجمع نظامیان صهیونیست رو هدف قرار داده. حزب الله با پهپادهای انتحاری خودش روز گذشته به وسیله 3 پهپاد انتحاری مقر گردان توپخانه 403 ارتش رژیم صهیونیستی مستقر در جنوب پادگان نظامی بیت هلال رو هدف قرار داد. حزب الله در این عملیات باز هم پهپادهای انتحاریش به شکل موفقی تونستن این گردان توپخانه رو هدف قرار بدن. متشکرم از شما حسن عظیم‌زاده، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در مرز لبنان با فلسطین اشغالی. فرماندهان مقاومت پس از حضور در مراسم تشییع پیکر رئیس جمهور شهید صبح امروز در تهران تشکیل جلسه دادند. در این جلسه آخرین تحولات منطقه بررسی شد و فرماندهان مقاومت بر ادامه جهاد تا تحقق پیروزی در غزه تاکید کردند. در این جلسه سردار قاآنی فرمانده سپاه قدس، سردار سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران، نمایندگان گروه‌های مقاومت از جمله حماس، جهاد اسلامی، جبهه مردمی برای آزادی فلسطین، حزب الله، انصار الله و گروه‌های مقاومت عراق حضور داشتند. پلیس آمریکا به تجمع دانشجوی حمایت از فلسطین در دانشگاه میشیگان حمله کرد. پلیس برای متفرق کردن دانشجویان از اسپری فلفل و گاز اشکاور استفاده کرد. در دانشگاه بوستون آمریکا دانشجویان در اعتراض به همکاری این دانشگاه با رژیم صهیونیستی مراسم فارغ التحصیلی را ترک کردند. در ایتالیا دانشجویان چند دانشگاه با برپا کردن چادر از مسئولان دولتی خواستند حمایت از رژیم اسرائیل را متوقف کنند. در دانشگاه هومبولت برلین پایتخت آلمان هم شماری از دانشجویان مدافع غزه تجمع کردند و در حمایت از فلسطین و مخالفت با اشغالگری صهیونیست‌ها شعار سر دادند. خب بینندگان ارجمند، در پایان این بخش خبری به اطلاع شما میرسانم که امروز پنجشنبه سوم خرداد، 14 ذی‌قعده و 23 می است. در تهران غروب آفتاب ساعت 19:09 از آن مغرب ساعت 19:29 و نیمه شب شرعی هم ساعت 23:10 خواهد بود. بینندگان ارجمند و گرامی، خیلی تشکر می‌کنم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. خدا نگهدار.